Oh, ich such da. Ey! Nein, nein, schon die Olli. What's going on guys, چطورید بچه ها؟ فرشاد سایلنت هستم، بازم اومدم با یه ویدیو دیگه پیشتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه، تو این وضعیت قرنطینه دپرس نباشید. من این ویدیو رو براتون درست کنم که کلی بخندید، کلی حال کنید، کلی لذت ببرید. خندم الان به خاطر اینه که من تا حالا تو زندگیم یه بار آشپزی کردم، اونم بعد از اینکه یه قاشق خوردم غذا مستقیم رفت توی سطل آشغال، واسه اینکه یه دلدرد شدیدی تو 3 ثانیه بعد از اون قاشق گرفتم، گفتم بقیه آسیب نبینن، اونو سریع انداختم تو سطل. هدفمون توی استریم پر شد و قرار شد که براتون آشپزی کنم و طبق نظرسنجی که انجام دادم، یکی گفت پاستا لازانیا و من تصمیم گرفتم که غذا سخت‌تر رو انتخاب کنم. دقیقاً پاستا رو انتخاب کردم. عرضم به خدمتتون که اگه دوست دارید از این مدل ویدیو بیشتر از ریاکت و گیم و اینجور چیزا، حتما تو کامنت ها برام بنویسید، با لایکاتون نشون بدید. بچه ها هشتگ سایلنت آرمی نزنید، هشتگی که میذارید باعث میشه که کامنت هلت فور ریویو بشه، یعنی میره نگهداری میشه که من برم چک کنم یه موقع هشتگ اشتباهی، چون حالت لینک میشه آبی میشه یوتیوب اپروو نمیکنه. و از این بعد سایلنت آرمی رو خالی بنویسید، یعنی هشتگ نزنید، فقط مستقیم بنویسید سایلنت آرمی. 3000 تا کامنت رفته توی ریویو. من خودم شک کردم که من از شما خواستم کامنت بذارید چجوری مثلا اینقدر کم کامنت خورده، مثلا 700-800 خورده، در صورتی که 3000 تاش توی ریویو مونده و من بعد برم یکی یکی تیک بزنم اپروف کنم. خلاصه اینکه خواستید کامنت بذارید هشتگ نذارید. خیلی دوستتون دارم، ویدیو رو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید. بریم سراغ مواد لازم برای پاستا. اینجا که هیچی نیست، ایر خوب اومدم. بریم مواد لازم رو تو یه چشم هم زدن براتون آماده کنیم. 3 2 1 کاملا اتفاقی هم زاویه دوربین تغییر کرد، همون دریچه بسته شد. اینا رو گفتم که بهم نگید. اوکی بچه، مواد لازم واسه یه تهیه پاستا پنه آلفردو، همون که خودتون میدونید، تو کامنت ها برام بنویسید. 300 گرم فیله مرغ، یک بسته پاستا، قارچ به میزان لازم، کره به میزان لازم، خامه به میزان لازم، جعفری برای تزیین، پنیر پارمسان به میزان لازم، نمک، فلفل و پودر سیر، چون من سیر ندارم و به جاش از پودر سیر استفاده میکنم، به میزان لازم. کلن همه چی به میزان لازم. و احتمال داره که تو این غذا ممکنه خامش زیاد شه، کرهش زیاد شه، قارچش زیاد شه، پاستاش زیاد شه و اصلا مهم نیست. من استرس این میکروفونم رو دارم که درست صدا ضبط نکنه. نه وصل همه چی اوکیه. خب اول ما میایم قارچا رو به صورت حلقه حلقه نه این شکلی نیست، اجازه بدید میایم به این حالت. من توی آشپز خفنا دیدم که دستشون رو اینجوری میذارن و تون تون را تا 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 تا، و من میخوام همون کار رو براتون انجام بدم به این حالت. خیلی آسون، خیلی آسون، آخرش حلقه نشد. خانمای محترم توی خونه توجه کنن، این سر قارچ چون یه مقداری دراز هست، یعنی بلنده، باید بزنید بالاشو که بهتره که کوتاه‌تر باشه اون، و خیلی راحت حلقه حلقه میکنید به این حالت. او قبل از اینکه شروع کنید به خورد کردن، اول باید یک قابلمه بردارید، یه قابلمه برمیدارید، توش پر آب میکنید، میذارید جوش بیاد، چون قرار پاستا رو بریزید توش که بپزه. پس من اینو آب میکنم، روی گاز قرار داده، روشن میکنیم و روی شعله آخر آخر میذاریم که شروع کنه به جوش اومدن. ادامه میدیم قارچ خورد کردن. و این از قارچ هامون، قارچ های ما آماده است.
اینو من خالی میکنم توی سطل، سرهای اضافه قارچ رو. خب ببینید بچه ها، فیله مرغ، من سینه مرغ استفاده میکنم و بعد تکه های زیاد نباید ریزش کنید، میدونید چی میگم؟ یعنی باید یه تکه های مثلا هلوش انقدر مناسبه که زود خشک نشه و لبه هاش نسوزه، دقت داشته باشید و پاستاتون خراب میشه. اصلا باورم نمیشه دارم آشپزی میکنم. خب بچه ها موافقید مواد رو ببریم اونجا دم گاز، اینا رو هم بچینیم اون بغل و بریم کلن اون قسمت؟ اول میخواستم که همینجا باشه همه چی و من از اینجا براتون آشپزی کنم، ولی خیلی دوره، ترجیح میدم که کادر بیاد اینجا و شما از نزدیکتر منو ببینید. پس بزنید بریم پای گاز، لیتس گو. هلو. خب بچه ها مواد رو آوردیم اینجا، مرغ، قارچ، پنیر، خامه، کره، جعفری که مال تزیین هستن، هیچی میذاریمش کنار فعلا. اول میریم که مواد قارچ و مرغ و اینا رو درست کنیم، برای اینکه بعد که پاستا آماده شد بریزیم داخلش، بعد آخر کار با اساسش رو درست کنیم، چون باید داغ داغ بریزیمش روی پاستا. و یک مهمترین وسیله لازم برای ما گوشیه، چون طرز تهیه رو بچه‌ها زحمت کشیدن برای من فرستادن و من از روی اون میخورم و نوشتن که قارچ رو بشور و بعد از نصف کن و حلقه حلقه کات کن، توی ماهیتابه کره بریز، یکم روغن که کره نسوزه. به نام خدا ما ماهیتابه رو روشن کرده، یه کوچولو روغن، ما از روغن کنجد استفاده میکنیم چون ما رژیمی کار میکنیم و اصلا کره و خام و اینا رو دقت نکنین، مهمی روغن است. این روغن رو میریزیم، یه مقداری از کره، بله ببین ریخته نمیشه، از قاشق استفاده کرده، یه تکونه نمکی میدیم که روغن با کره قاطی شه به این حالت. زیرش ببینیم چه جوریه، خوبه بد نیست؟ منتظر میمونیم تو کره آب شه، بعد قارچ ها رو اضافه کنیم و شروع کنیم به تف دادن. میایم قارچ ها رو اضافه میکنیم به این حالت، فقط من باید زیرش رو یه ذره کم کنم حس میکنم، چون فقط باید یه تفت نمکی، من دستامو شستم از خیالتون راحت بشه. به این حالت قارچ ها رو اضافه کرده و اینجا میذاریم. خب شروع میکنیم به تفت دادن قارچا. دقت داشته باشید خانمای توی خونه، مواظب باشید که قارچاتون نسوزه، فقط باید تفتش بدید. یه کوچولو نمک فلفل، نمک و فلفل. به همین حالت قارچ ها رو تف داده. آی سوختم. خب یه ذره منتظر میمونیم که قارچ هامون تف داده بشن و یه کوچولو حالتشون عوض شه و پخته شه. بعد میریم سراغ مرغا. آبمون هم داره جوش میاد، باید پاستا رو بهش به زودی اضافه کنیم. پاستا رو به زودی بهش اضافه میکنیم. از این پشیمونم که چرا از این شکلکی ها نگرفتم و رشته ای گرفتم، ولی هیچ اشکالی نداره، یه آشپز خفن هر چیزی که بهش بدن و میتونه درست کنه خیلی راحت، ایزی. خب بچه همینطور که داریم قارچ ها رو تفت میدیم، آبمونم جوش اومده و باید پاستا رو بهش اضافه کنیم. من نمیدونم همشو باید بریزم، نصفشو باید بریزم، چی کار باید بکنم، ولی فکر میکنم همش زیاد باشه. من نصفشو میریزم به این حالت، ما نصف پاستا رو میریزیم داخل آب جوش، یه کوچولو هم نمک باید بزنیم بهش،
نمک، یه کوچولو هم روغن. همونطور که گفتم رژیم. به این حالت خیلی این غذا راحته، خیلی. قاطی میکنیم که روغن و نمک قاطی شه با مواد، با پاستاها. قارچمون دیگه آماده است. قارچمون آماده آماده است، آبم نداده. میریزیمش توی بشقاب. یه دونه‌اش تست میکنیم که قارچه ها این بازی کن چیکار که نمی کنه. کمی روغن ریخته دوباره، چون روغن ها رو به خورده قارچه رفت. یه تایم هم باید بگیریم برای پاستا ها، باید بیشتر از 10 دقیقه بشه. عرضم خدمت که دوباره یه ذره کره اضافه میکنیم. کره رو اضافه کرده. حالا ما باید بریم سراغ مایتابه سوم برای سس. چه کار میکنیم؟ روشنش میکنیم. چف فرشاد رو شعله کم میذاره، خیلی کم، و مرغا رو اضافه میکنه. میره سراغ مرغا. همونطور که بهتون گفتم مرغا رو اضافه کرده به همین راحتی. به هم زده. کره به قابلمه کره رو اضافه کرده. میریم سراغ سس. نباید از پاستاش غافل شه این بازیکن. به سراغ پاستا ها میاد، میبینه که نه، هنوز مثل خطکش میمونه و برمیگرده به داستان خودش. قارچامون آماده است، مرغامون رو تفت میدیم. خب اونور کرمون آب شده، نیا کنید به این حالت کره آب شده. میریم برای سس. سیر رو باید اضافه کنیم، ما پودر سیر داریم. پودر سیر رو اضافه کرده، فکر کنم زیاد ریختم، اشکالی نداره. حالا باید خامه رو اضافه کنیم بچه ها. اینجا ما باید زیرش کمه دیگه ها، کمتر باید باشه. ما اینجا خامه رو اضافه میکنیم. همش رو بریزم. همش رو نمیریزم چون حس کردم خیلی زیاده. مرغامون داره میپزه آروم آروم. ایزی. خامه رو اضافه میکنیم به کره و پودر سیر. میریم سراغ پنیر پارمزان. پنیر رو اضافه میکنیم. کام کافی باشه چون نمیشه دو قاشق و همش بزنیم که گله گله نشه اینجوری که فرمودن. ببینید چه سوسی شد، اصلا نگم براتون. واقعا من نمیفهمم اینو کی پخته حساب میشه. آی سوختم. بچه سس پاستامون آماده است، دورش خاموش میکنیم، میذاریم کنار. بچه مرغامون هم آماده است، دیرش خاموش میکنیم. روغنش هم میگیریم. خب بچه پاستامون آماده است، باید آبکشش کنیم. دیرش خاموش میکنیم و دستگیره میخواد، دستگیره نمیخواد. توی آبکش باید خالی کنیم. خب بچه پاستامونو آبکش کردیم و ریختیمش توی آبکش و با آب سرد شستیمش که چیز نشه، به هم نچسبه. حالا
این ظرفمون رو که کره و اینا هم داره میذاریم روی این اجاق و روشن میکنیم روی شعله کمه کم. خب بچه ها پاستامون رو آبکش کردیم به این حالت، آب سردم ریختیم داخلش، آماده است. پاستا رو میریزیم داخلش، سپس مرغ و قارچ رو اضافه کرده مرغ و قارچ اضافه میکنیم و میریم سراغ سس. سس رو بهش اضافه میکنیم. سس وای بو پاستای بیرون رو گرفت، اصلا باورم نمیشه. سس رو اضافه کرده و اینا رو با هم مخلوط میکنیم. بچه باورتون نمیشه، یعنی دقیقا بوی پاستای بیرون رو گرفته. پشمام بچه این دیگه آماده است. این غذامون آماده است. نتیجه کار رو میریم دوباره همون کادر قبلی نشونتون میدم. Let's go. خب بچه ها اینم از پاستای ما، اصلا نگم براتون چی کار کردم. وای 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 اصلا باورم نمیشه، اصلا باورم نمیشه. خب بچه ها اینم از ویدیوی آشپزی و آشپزی من. اصلا باورم نمیشه همچی چیزی درست کردم، اصلا باورم نمیشه. مرسی از تمام کمک ها، چون واقعا من نیمرو هم زوری درست میکنم. یه بارم اومدم همین پاستا رو درست کنم که بعدش رفت تو سطل، ولی الان وای قشنگ اینگاه از رستوران ایتالیایی خفن گرفتم. امیدوارم که کلی حال کرده باشید. حالا یه ذره ازش تست میکنیم که ببینیم چه جوری شده با هم دیگه. Let's go. شوخی کردم. آقا فوق‌العاده است. یعنی یه چیزی بهتون میگم، یه چیزی میشنوید. جای همتون خالی. امیدوارم که کلی حال کرده باشید. پری تو گلو. امیدوارم که کلی لذت برده باشید. نظرات توی کامنت فراموش نشه. لایک، کامنت و سابسکرایب. نه، لایک، سابسکرایب و اون زنگوله بغلم فراموش نشه. اگه بازم دوست دارید از این ویدیو براتون درست کنم، حالا ایده های دیگه کلن جدا از فضای پشت کامپیوتر، حتما برام بنویسید توی کامنت ها. خیلی خوشحال میشم چون من تمام کامنت ها رو میخونم و اینکه خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید، تو قرنطینه از خونه بیرون نرید تا این وضعیت زود تموم شه. عاشقتونم. با ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا پیس.